به نام خدا. میریم سراغ بحث میکسر که یکی از در واقع بلوک های اصلی ساختار گیرنده یا فرستنده یا ارسال کننده بود. النی رو بررسی کردیم، در مورد المان های پسیو یا غیر اکتیو هم صحبت کردیم که بعضا در طراحی این مدارها استفاده می کنیم. بلوک بعدی که مد نظر ما هست میکسر، عملکردش از لحاظ ریاضی دیدیم که یه کوسینوسی میاد در یه کوسینوس ورودی ضرب میشد و فرکانس رو تغییر میداد. اینجا من نوشتم که فرکانس عارف میاد میکس میشه با چی؟ میکس میشه با فرکانس لوکال آسیلیتورم، میره تو فرکانس آی اف یا بند بیس بند. حالا به عکس بیس بند یا همون آی اف هم اگر باز میکسش کنیم با یه فرکانسی با فرکانس ال او، دوباره برمیگرده به عارف. این تو گیرنده استفاده میشه، فرکانس رو کم میکردیم، اینجا توی فرستنده فرکانس رو زیاد میکردیم. حالا در حوزه زمان بخوایم عمل کرده یه میکسر رو بررسی کنیم، همچی چیزی عمل کرده یه این سیگنال RF فرض می سیگنال سینوسی فرکانس بالای RF ضرب در چی میشه؟ پالسایی که از میکسر میاد یا همون لوکال آسیلیتورمون آسیلیتورم که همچین سیگنال رو درست میکنه. حالا این دوتا رو در هم ضرب کنی، انگار که از این سیگنال نمونه گرفتی دیگه توی فرکانس هایی، تو این فرکانس این LOM مثلا تو این نمونه گرفتی همچین شکل شد. حالا ببینیم در حوزه فرکانس چطوری میتونیم عمل کردش رو بررسی کنیم. عمل کرد بگیم در حوزه فرکانس، بیایم اینجوری لحاظ کنیم طیف توان سیگنال عارفمون که به صورت دابل ساید بند ظاهر می شود منفی اومگا آر اف چیک شد. و اون برم داشتیم مثبت اومگا آر اف. خب حالا این تو حوزه فرکانس حالا چه میدونم شاید به صورت کانولوشن ظاهر میشه، اینجوری رسم کنیم فرکانس لوکال آسیلیتورمون چی بود؟ این میشد دامنش مثلا یک پیون بود در کجا؟ اومگا ال او. اینجا هم دامنش باز یک پیون در اومگا ال و منفی و مگر کالا. این دوتا رو اگر میکس میکردیم تو حوزه فرکانس سیگنال خروجیمون میرفت تو اومگا آی اف. حالا از زاد ریاضی هم بررسیش میکنم، اینجا میشود اومگا آی اف یا همون بیس بند. خب بریم از زاد ریاضی اینو بررسی کنیم. بخواید اینو تحلیل کنید یا بیشتر در بوری این متوجه شید، باید کوسینوس رو مثلا به حوزه از زمان به حوزه فرکانس یا لاپلاس بررسی کنیم. خب وی آر اف ولتاژ آر اف مون چه بود؟ وی آر اف یه دامنه داشت، اینجوری نشون میدم در کوسینوس چی؟ اومگا آر اف در تی، درسته؟ وی ال او مون چی بود؟ اینم باز یه دامنه دو پیون براش لحاظ کنیم، کوسینوس اومگا ال او در تی. این دوتا رو میخوایم در هم ضرب کنیم. خب ضرب کنیم دیگه ساده در حوزه زمان وی آر اف ضرب در وی ال او برابر است. اولا دامنه هاشون رو کنار هم بنویسیم، دو پیون وی آر اف ضرب در چی؟ کوسینوس. اینو قبلا اینا رو به دست آوردیم دیگه، تکرار فقط، آر اف در تی در کوسینوس اومگا ال او در تی. خب این به چه صورت در می اومد؟ با اون فضای مثلثاتی میتونستیم ضرب رو به جمع تبدیل کنیم دیگه. خب اینو من به این صورت بازنویسی میکنم، میگم که اولا این یک دوم میگرفت، یعنی یک دوم دو پیون وی آر اف، بعد چی میشد؟ این ضرب داره کوسینوس تفریق فرکانس ها اومگا اومگا آر اف من های اومگا ال او به علاوه چی؟ جمع فرکانس ها کوسینوس اومگا آر اف
به علاوه اومگا ال. درسته؟ پایین تیاش هم جا انداختم. زمانش هم بنویسیم. خب این که فیلتر میشد یادتونه؟ این فرکانسش بالا بود. این میگفتیم فیلتر میشه. چی ازش میمونه؟ ما بقیش میمونه. اون دو هم با دو میره میشه وی آر اف. دامنه وی آر اف مون تقسیم بر پی. در کوسینوس اسم این هم میذاریم اومگا آی اف. میبینید فرکانس کم شد دیگه، درسته؟ دو تا فرکانس دارن از هم دیگه کم میشه. این هم اسمشو میذارم اومگا آی اف. فرکانس آورد پایین برام تو این حالت میکسر. میخواستیم بیاریم پایین دیگه بتونیم فیلترهایی با کیو بالا طراحی کنیم. این چیه؟ همین هم. این هم. خب ما یه کانورژن گین هم داریم. این میکسره بالاخره یه گین میداره دیگه. چرا میگن کانورژن گین؟ گین تبدیل، یعنی از یه فرکانس به فرکانس یه تبدیل میکنه، بهش میگفتن کانورژن گین. بگیم گین میکسر معروف است به کانورژن گین. این کانورژن گین چیه؟ خب مشخصه. دامنه آی اف تقسیم بر چی؟ دامنه آر اف. حالا دامنه آی اف چیه؟ این میشه دامنه آی اف. بگیم وی آی اف دامنه آی اف. پس بهرش چیه؟ یک پیومه دیگه. مثلا بهره این میکسری که حالا الان شکلش هم میکشیم. چطوری این میکسر رو پیاده سازی کنیم در ساده ترین حالت؟ ایده ای نظری نداریم؟ به صورت مداری، به صورت پسیو میتونه همچین مداری باشه. یه سویچ باشه که باز و بسته میشه با فرکانس چی؟ LO. یه مقاومت اینجا داریم RL. این هم ولتاژ خروجیمون. این هم چیه؟ ولتاژ RF. در واقع این میشه یه میکسر پسیو. هیچ عنصر اکتیوی توش نیست. میکسر پسیو. میتونیم به جای در واقع سویچ هم از چی استفاده کنیم؟ از ترانزیستور دیگه. یه دونه ترانزیستور ماسفت بذاریم اینجا. این میشه چی؟ وی ال اومون. آر ال مستر جای خودشه و اینم بشه وی آر اف. خب کانورژن گین این چقدره؟ کانورژن گینش یک پیوم دیگه، اینه دیگه. این وی آر اف پیوم. وی آر اف پیوم تقسیم بی آر اف. آر اف با هم میرن یک پیوم میشیم که حوالی بگیم منفی 10 دی بی. بهرمون منفی 10 دی بی کم میشه. سیگنالی که میدیم به ورودی تو خروجی منفی 10 دی بی کاسته میشیم. جالب نیست. حالا ببینیم چی کارش میکنیم. اینجا هم یه خازن نداریم، خازن گیت سورس که حتی به عنوان خازن هم ازش استفاده کردیم دیگه. گفتیم بیایم ورکتور بسازیم کجا را. گفتیم این میتونه به عنوان خازن از خازن سی آکسش استفاده کنیم. بعد دیدیم خازن گیت سورسش با وی جی اسش تغییر میکنه. بعد حالا یه مدل دیگه معرفی کردیم به اسم ورکتور که دوتا انفلاسن و انول. تغییرات خازنش اینجوری شد به جای این. حالا پس میبینیم این خازنی که توی گیت سورس داریم اهمیت داره.
حالا چه ضرری داره واسه ما اینجا؟ اولا این فرکانس لوکال اسیلیتور که میخواد به اینجا اعمال میشه باید اون فازن رو لود کنه دیگه، شارژش کنه دیگه تا ترانسور روشن شه، ولی روشن نمیشه. اون یکی باعث میشه که این لبه های الومون تیز نباشه دیگه، حالا خمیدگی داشته باشه، بستگی به این خازن چقدر بزرگه. علاوه بر اون کوپل خازنی هم ایجاد میشه، سیگنال LO میتونه بره تو این یا RF بره توی LO دیگه از طریق اون خازن، بهش میگن کوپل خازنی، چیزی که ما نمیخوایم باشه. ما فقط میخوایم این سویچ باز و بسته شه هم با یه سرعتی. برای کاهش کوپل خازنی بین LO و RF میگم پایین، برای کاهش ویدیو هفته قبل هم تماشا نکردیم، یه ساعتی که رفتیم درسته؟ نگیم؟ خلاصه بدونی حواسم هست. برای کاهش کوبل خازنی بین الو و عارف میتونیم از ساختار سینگل بالانس میکسر استفاده کنیم. ببینیم این چه ساختاریه. یه ساختاری اینجا وی عارف مون رو اعمال میکنیم. دو تا سویچ داریم این دفعه. حالا آرایلامون هم تقسیم کنیم. حالا یا به صورت تفاضلی یا تقسیم میکنیم به دو تا آرایل. که این بشه وی او یک، اینم بشه چی؟ وی او دو. این چیه؟ این با فرکانس وی ال او باز بسته میشه، این با فرکانس اکس او. یعنی چی اکس؟ حالا فرکانس نه دامنش، این مثلا ال اوه، این یکی برعکسشه اینجوری. این میاد پایین اون میره بالا، این روشن میشه اون خاموش میشه. به نوبت خب این حالا ببینیم چه خاصیتی داره. این چرا کوپ رو وی او میشه چی؟ وی او یک منهای وی او. ببینیم خروجی این مدار میشه چی به ازای سیگنال زمانی سینوسی. خب قبلا داشتیم همچین چیز، حالا از پایینم میاد نمونه میگیره میره بالا دوباره میاد پایین. دیگه تا بقیش حالا من پوشش هم بخیم رس کنیم همچه چیزی میشه. گین چه بلایی سرش اومده؟ کم شده یا زیاد؟ گین به دو پیوم، چون سیگنال حالا چیزم قسمت منفی هم داره دیگه، انگار دو برابر شده. گین به دو پیوم افزایش پیدا کرد و حوالی منفی 4 دی بی، اول منفی 10 دی بی بود الان شده منفی 4 دی بی. خب بهتر شد دیگه. خب کوپل خازنی چه بلای سرش اومد؟ وین چون این سیگنال ال او دقیقا عکس این پایینی است یا این پایینی عکس اون بالایی است، دامنه‌هاشون هم یکسانن،
سیگنال عارف ورودی نمیدونم ثابته، کوپلای یکسان مختلف علامتی رو میدن به ورودی، درسته؟ بعد که میاد تو خروجی رو تفاضلی میگیریم، این دوتا تا حدی هم دیگر رو خونسا میکنن. البته بستگی به دقت سویچ ها مونده، سویچ هاتون اگر دقیق نباشن ممکنه این اتفاق کامل نیفته، مثل همون داستان نویز کنسلیشن اینجا، یا مثل داستان زوج تفاضلی که سیگنال حالت مشترک رو حذف میکنه. اینم چون کوپله یه سیگنال حالت مشترکه، مثل یکسان رو دو سمت سوار میشه میره تو خروجی، میشه یه جورایی گفت که این دوتا هم دیگه رو حذف. خب همون توضیحات رو نوشتیم که حالا از ماسفل استفاده میکنیم و هر دو کوپله ال او معکوس ال او هم به بودی کوپل میشن، شبیه تفاضلی حذف میشن. اما اگه مدار متوارن نباشه یا سویچ هامون دقیقا شبیه هم نباشن، اثر کوپلینگ کامل حذف نمیشه و به صورت اثرات غیر خطینگی ظاهر میشه. اثرات غیر خطینگی هم دیگه میدونید چه تاثیرات منفی روی مدارمون میذارن. یه ساختار دیگه میتونیم ارائه کنیم با سویچ و مقاومت. این پایین جا نیست دیگه، این پایین میکشم. چه نوع ساختاریه؟ VRF هم مدار قبلی باشه، این VLO، اینم VLO بار معکوس هم دیگه، اینم اومده رفته توی RL. خب بگیم VO1 پایین هم باز یکی دیگه شبیه این داشته باشیم. حالا اینا رو بعدا با ماسفت پیاده سازی میکنیم، میبینیم که خیلی چیز سختی نیست. همین مداره، فقط ماسفت ها رو جایگزین میکنیم و حالی تغییرات کوچیک. این دفعه اینجا معکوس RF هم داریم، RF بار، این میشه VLO بار، اینم میشه VLO. این برم بره به این RL VO1، اینا رو به صورت ضربدری میتونیم به خروجی ها وصل کنیم. اینم یه نوع میکسر. آیا دامنه خروجی تغییری کرده؟ کم شده، زیاد شده، چی شده؟ از دو سمت سیگنال میاد دیگه، این از اینجا یکی میاد، از اینجا هم یکی میاد، اون پایین هم به هم دامنه خورد و برابر شده است. اما چون ورودی بین دو پایه بگیم VRF و VRF بار تقسیم شده، یا به عبارتی ورودی هم دو برابر شده، ورودی هم بهره تغییر نکرده دیگه، بهره ثابت است، همون چی دو پیام بهرم درست نشد، یا همون منفی چهار دیبی، منفی چهار دیبی. این بهش میگن چی؟ دابل بالانس میکسر. اون یکی سینگل بود. خب این پدیده کوپلینگ رو میتونیم حالا به صورت پدیده فید ثرو هم بررسی کنیم. بگیم که چجوری بگم اینو، بگیم پدیده فید ثرو اگر درست نوشته باشم، فید ثرو بگیم در میکسر.
این میکسر اینجوری رسم میکنیم، یه بلوک دیاگرامش، سیگنال RF میومد از اینجا بعد از LNA، این LO بود، این بگیم RF، اینم چی بود؟ LO بود، اینم چی میرفت به سمت IF، درسته؟ فید ثرو میتونه از اینجا نفوذ کنه به اونجا، از اینجا میتونه نفوذ کنه به اینجا، یا از RF بیاد نفوذ کنه به اینجا، به این میگن بدلی فید ثرو. از RF میتونه بپره بره تو IF، یا از IF سیگنال برگشتی دیدیم داریم به RF. اینا انواع مختلف مسیرهای فید ثرو هست. برای حل این فید ثرو یا همون پدیده چی بهش میگفتیم قبل این؟ یادتون رفت؟ کوپلینگ. از کوپلینگ میاد دیگه، فید ثرو یه پدیده از کوپلینگ میاد. میان ترمتون کیه؟ هفت یا دو؟ دو خرداد؟ بخونید دیگه از الان، دیر نکنید. جزء چی؟ آره دیگه، هی شما انداختیش اون موقع هرچی درس بینه میان. پس برای ایزولاسیون RF از LO گفته یه بافر قرار بدیم، LO رو به بافر اعمال کنیم، بعد به میکسر. ببینیم این چجوری انجام میشه. حالا به صورت بلوک دیاگرامی من میکشم. خب این که همون میکسرمون باشه، اینم خروجیمون. حالا اینجا هم من یه بافر میزنم، حالا بعدا میبینیم چجوری اگه استفاده کنیم پیاده سازی میشه بافر. اینجا حالا ال او رو به اینجا اعمال بافرمون چرا کج و کوله شد؟ خیلی خوب. حالا این اسم دیگه هم داره بهش، مثلا میگن محدود کننده. تا حدی هم طبیعتا دامنه رو میتونه کم و زیاد کنه دیگه. و حتی ال او را نرم و مثلا تیز کنه. بالاخره اینا یه اثراتیه که توی بافر باید لحاظ کنه. که در واقع وافر ایدئال LO تیز تحویل میدن. حالا دیگه ببینیم چه وافرهایی حالا یه جمع‌بندی از این بحث فیترو میتونیم بگیم که
کل سیگنال های پوپ شده، کلشون، حالا کل اینایی که کشیدیم پوپ شده، موجب چی میشن؟ یه پدیده قبلا بررسی کردیم تو فصل اول، موجب دیسنسیتیزیشن میشن. اینم از این. خب قبل از اینکه بریم سراغ پیاده سازی مداری یا ترانزیستوری میکسر، بریم نویزش هم بررسی کنیم. بگیم نویز در میکسر، این پدیده فیلترو بود، حالا نویز مدارمون چیه؟ یه مدار داشتیم اینجوری، یه RL هم داشتیم، اینم ولتاژ خروجی بود. خب این مقاومت چه نویزی داشت؟ 4 KT RL دیگه، درسته؟ RL. اگه این وقت یک سویچ خاموش باشه یا باز باشه، وقتی سویچ بسته است چی؟ ترانزیستور یه مقاومت داشت دیگه، تو ناحیه اوهمی بسته میشد دیگه، ما ناحیه اشباع داشتیم اوهمی، بهش میگفتیم آر آن ترانزیستور. یه آر ال هم داشتیم، اینم وی ام. حالا نویز میشه چی؟ 4 KT آر ال موازی چی؟ آر آن ترانزیستور. این برای نیم پریود، اینم برای نیم پریود بعدی، نیم پریود دوم، نیم پریود اول بگیم، اونم دوم. حالا میتونیم نویز رو حساب کنیم، مجموع نویز میگم وی ان اوت به توان دو برابر است. چون تو نیم پریود هستیم، یک دوم همشون میگیرن دیگه، توی دوری تناوب کامل نیستن دیگه، نصفشون هستن، یک دومه 4 KT بگیم آر ال به علاوه یک دومه 4 KT آر ال موازی آر آن، که اینم میتونیم بگیم که آر ال خیلی بزرگتر است از تقریبا آره آن، اینا هم بگیم ناشی از نیم پریود. نهایتا میشه چی نویزمون؟ میشه اون یک دو خوما، میشه دو کی تی، این آره ال، این هم آره ال، میشه 4 KT، درسته؟ دو کیتی آر ال به علاوه دو کیتی آر آن، اما اینو در نظر گرفتم، از این در مقابل این خیلی بزرگتره دیگه، درسته؟ بگیم که دو کیتی آر ال خیلی بزرگتر است دو کیتی آر آن. خب حالا نویز در ورودی میشه چی؟ وی ان این به توان دو میشه وی ان اوت به توان دو تقسیم بر ای وی به توان دو، که ای وی مون یک پیون بود، دو کی تی آر ال تقسیم بر یک پیون به توان دو، که این میشه دو تا بگیم پی به توان دو کی تی آر ال، آر ال. نویز فیگر میشه چی؟ نویز فیگر میشه یک به علاوه 5 تا آر ال تقسیم بر
آر اس. اون پی رو به تاندو رسوندیم و تقسیم بر 4 کیتی آر اس کردیم، چون این ورودیمون یه آر اس داره دیگه، ما نمیکشیم. این ورودی آر اف چیه؟ یه آر اس دیگه. اینجا خب اینم از نویز فیگر این میکسه. بریم سراغ اون یکی میکسر، اسمش چی بود؟ سینگل بالانس میکسر. بریم ببینیم اون داستانش چیه. یه آر آن داریم، یکی از ترانسفرها، یکی که سویچ ها روشن باشه، آر ال، اینم وی او، و از این ورم دیگه سویچ ها بسته است. بازه، ببخشید، وی او یک بودیم، اینم وی او دو، اینم آر ال. در نیم پریود اینو داریم، در نیم پریود. پریود بعدی این کلید باز میشه، این بسته میشه دیگه. در نیم پریود داریم وی انم اوت به توان دو میشه 4 کیتی ناشی از این آر ال، و علاوه اون یکی هم آر ال لوازی آر آن. خب و میدونیم آر ال هم میتونه خیلی بزرگتر از آر آن، چون ترانزیستور ابعادش رو بزرگ میکنه که این کوچیکتر شه، هرچی این به صفر نزدیکشه بهتره. اون وقت وی ان این به توان دو میشه ولتاژ گروهی تقسیم بر 4 کی تی آر ال، مثل قبلی تقسیم بر توان که بهرمون دو پیوم، که این میشه پی دو کی تی آر ال، که میشه تقریبا 10 تا کی تی آر ال در نیم پریود. حالا دو پریود رو میتونید با هم جمع کنید، دو پی دو نویزش کمتر این نسبت به این، درسته؟ حالتا این هم یه نیم پریود دیگه میاد، میشه هم. پس خیلی چیز به درخوری نیست از لحاظ نویز. این از چی بود؟ سینگل. حالا بریم سراغ دابل بالانس میکسر. اون رو هم میتونیم باز تو نیم پریود بررسی کنیم. آره آن ورودی رو به این صورت به صورت تفاضلی در نظر بگیریم. بگیم وی آر اف، اینم منفی وی آر اف. آر آن، این هم آر ال، مثبت منفی وی او. این یه نیم پریود برای این ساخت. در نیم پریود وی ان اوت به توان دو میشه چی؟ 4 کی تی آر ال موازی آر آن، به علاوه آر ال موازی آر آن، که میشه 4 کی تی دوتا آر آن. و در کل پریود، کل پریود طبیعتا بی ان اوت به توان دو میشه 1/2 4 کیتی دو تا آر آن، به علاوه دو تا آر آن. اینم ناشی از نیم پریود، دو تا نیم پریود
که شده 8 KT. آره آه. ویه نویز ورودیمون میشه چی؟ میشه 8 KT آره آن تقسیم بر بهرش که همون 2 کیوم توان 2 که این میشه 20 KT آره آن. کم شد نویزش کم شد آن. درسته این در نیم پریود بود، در کل پریود نمیشه 20 تا، اون تا اینجا آر ال بود اینجا آر آ. پس خاصیت دابل بالانس میکسر چی بود؟ نویزش کمتره. بر ولتاژ درسته یکیه ولی نویزش کمتر. حالا میخوایم کنارش بنویسیم. دابل چجوری بود؟ خسته شده بود. آه دی او یو بود. بریم سراغ عنوان پسیو میکسر با استفاده از خازن. باید خازن اینا رو بسازیم. ببینیم ساختار چیم. پسیو میکسر با خازن. این که ورودیمون باشه، RFمون باشه. میاد با یه سویچ LO. این دفعه میدیمش به یه خازن. این هم چیه؟ ولتاژ خروجی. خب سیگنال RF مون اگر چی میکشم؟ سیگنال RF مون ای بابا، سیگنال RF مون فرض کنیم یه سینوسی به این صورت باشه. حالا این فرکانسش بالاست، خروجی مون میشه چی؟ خروجی مون شبیه سامپل اند هولد عمل میکنه. اونی که فقط سامپل میکرد بعد میومد به صفر. درسته؟ اینه. این یه نمونه میگرفت ولی صفر میشد چون جایی نبود ذخیرش کنه، ولی این نگهش میدار هر نمونه ای که میگیرم. یعنی چی؟ یعنی خروجیمون با قرمز بکشیم مثلا اینجا میاد نمونه اینجا رو میگیره و توش ذخیره میشه میم تا بعدی، تا کلاک بعدی دوباره این نمونه میگیره توش ذخیره میشه میره تا بعد، دوباره میاد اینجا تا بعدی. این تو نیم سیکل منفی نمی گرفت دیگه. بیاریم پایین تا اینجا. بعد می رفت تو نیم سیکل منفی کار نمی کرد تا دوباره بره نمونه بگیره نگه داره، دوباره نمونه بگیره نگه داره و همین سمت.
چه انگیه چند مدار سمبلن بود عمله خب میتونیم از این مدار به عنوان میکسر استفاده کنیم تا نویز RL کم شه یا حذف شه. بقیه مدار حالا در حوزه فرکانس حساب کنید حوالی AV حوالی 6 دهم است. نوعی دیگر هم میتونیم بسازیم دیگه با همین خوازم بیایم بگیم این باز LO RF اینجا باشه اینم LO بار باشه همون مداره قبلی سینگل و دابلش مثبت منفی وی او نویزی که برای این به دست آوردن وی پن این مدار دیگه نمی نویسم حل نمی کنیم شده 5.5 کی تی آر مقاومت دیودام به علاوه 8 دهم CWLO کیو سلف همونم رو نویز تأثیر میذاره سلف نفازم ولی خب نسبت به RL باز بهتره این از این برای اون یکی دابل بالانس هم میتونیم باز بنویسیم نویز این هم به دست آوردن چقدر ویه این به توان دو شده 20 کی تی آر بعدی این ای وی هم کنارت بنویسیم شاید به درد بخوره اینم ای وی تقریبا همون دو کیو دیگه چی داریم یه مقدار در مورد فلیکر نویز هم صحبت کنیم بعد بقیهشو میذاریم برای جلسه من ایجاد میشد نکته فلیکر نویز زمانی ایجاد می شود که بگیم که جریان یا الکترون ها و حامل ها هرچی هست در
جریان در کانال ترانزیستور عبور کند و حالا حامل ها در تله ها یه سری گیر کنن، اونجا گیر بیفتن، یه سری تله ها هست در تله ها به دام بیفتن. وقتی اینا به دام میفتن بعد ول میکنه، کم کم هی گیر میکنن تو اون لبه کانال ترانزیستور که به گیت نزدیکه، گیر میکنن بعد ول میکنه میره، انگار هی فلیکر، یعنی تلو تلو خوردن، انگار مثلا میخوان زمین بخورن. فعن الله کسی بدم بیفتند. تو میکسر آیا همچین نویزی داریم؟ چون ترانزیستور، چون بگیم جریان به صورت مداوم از ترانزیستور عبور نمی کنه. و ترانزیستور در واقع نقشه چی داره؟ نقشه سویچ داره. پس فلیکر نویز چندانی نداریم تو میکسر ها. یه نکته دیگه هم بگیم، گفت سیگنال LO نسبت به RF نسبت به سیگنال RF باید دامنه آن طوری باشد که ترانزیستورمون دیر روشن نشه، که ترانزیستور دیر روشن نشه. اگه دیر روشن شه، خب عمل کرده میکسر میرسه دو سوال دیگه، و در واقع آر آن ترانزیستور حداقل نویز رو ایجاد کنه، حداقل نویز رو ایجاد کنه. جزورم تو گروه میذارم دیگه، بشین بخونیم. لذا ولتاژ حالت مشترک ال او و دامنی آن برای عملکرد صحیح میکسر چی دارم می‌نویسم؟ میخواد چی بگه؟ میگه این میکسرته دیگه، میگه این الوی که اینجا میکنی هم سطح مشترکش مهمه هم دامنش، یعنی حالتی که خاموشه رو چه لولیه، یه ولت، دو ولت، چقدر ترانزیستور تو باید حوالی در آستانه روشن شده نگه داری، خاموش باشه باید در آستانه باید که یه تکون خورد میکسره الویت روشن شه دیگه، معطل نه که عمل کرده میکسره تو چهار اختلال نشه. داره اونو میگه یه سطح دیسی ها هم حالت مشترک ال او، این سطح دیسی، سطح دیسی ولتاژ ال او، میگه این مهمه و دامنش هم مهمه دیگه طبیعتا. برای کاهش آر آن چیکار کنیم؟ برای کاهش آر آن میتوان چیکار کرد؟ ابعاد ترانزیستور رو بزرگ کرد. اون وقت چه مشکلی پیش میاد؟ آره آنو کوچیک کردیم ولی ابعاد بزرگ کنیم چی میشه؟ چی بود؟ چی؟ جا زیاد میشه، هم جا زیاد میشه هم خازنا بزرگ میشن که سبب افزایش چی میشه؟ افزایش خازنهای انگلی ترانزیستور
می شود. خازنی که بود فیترو توش انجام می شد، خازن گیت سورس. اون دل او باید این دفعه بیشتر شارژ کنه، با تاخیر در شار در روشن شدن ترانزیستور ایجاد میشه و در روشن شدن ترانزیستور تاخیر ایجاد می شود. ویدیدی رو چیکار کنیم؟ VDD تو این نکته رو بگیم. حالا خواص میکسرهای پسیو، بعد این جلسه بعد میریم سراغ میکسر اکتیو. ما از اکتیو استفاده میکنیم، ولی خب این بیس این مبحث که میکسر باشم میکسرهای پسیو بودن که ما گفتیم. یکی این که خطی هستن، خوبه، کم مصرف، کم برق مصرف نمی کردن، کم مصرف، نویز فلیکر یا همون نویز یک اف من بهش میگن، نویز پایین، بهره کم، بهره کم خوب نیست. حالا بگیم ویژگی ها نخواست یا مشخصاتش. بهره کم خوب نیست چون نویزه بیس بند به گین میکسر، به گین میکسر تقسیم شده خب. پس یکی از معایب بزرگش اینه که بهرش کمه. بهره کم باشه چه اتفاقی میفته؟ گفته نویز بیسبند، هرچی تو بیسبند نویز داریم تقسیم بر بهره میکسر میشه، میره توی آرز. حالا در این حد کافیه، خسته نباشید.